سلام به عزیزان روز جهانی زن مبارک و اینجا با همون فریبا بلوچ و مرسد قایدی هستن و دوست داریم یه مدت کمی داریم ولی فکر کردیم مهمه که به فارسی هم یه بخشی داشته باشیم تا با این عزیزان که فکر کنم همه تون بشناسین ولی خب مهمه که بتونن اینجا صحبت کنن با فریبا بلوچ اول دوست دارم صحبت کنم ازشون سوالی بپرسم در رابطه با خب وضعیت مردم بلوچستان و در زم قدرت حضورشون در اعتراضات اگر بتونین هم در رابطه وضعیت و همین که اعتراضات هم همچنان ادامه داره در بلوچستان مرسی سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مرسی مریم جان بابت این فرصتی که به من دادید مریم جان من تو سه چهار دقیقه فقط گریه میکنم بعدش کی بخوام حرف بزنم مرسی قبل از هر چیز روز جهانی زنان رو به همه زنانی که برای برابری و در واقع آزادی میجنگند تبریک عرض میکنم من فکر میکنم قبل از هر چیز حالا سعی میکنم کوتاه بگم فکر کنم توی این مدت همه ما در مورد بلوچستان شنیدیم و میدونیم ولی سعی میکنم دلم میخواد یه ذره در مورد بلوچستان دوباره بگم چون که هر وقت میخوام اولش عذر خواهی میکنم اگر عشق من ریخ و عذر خواهی میکنم اگر این اتفاق هم برای شما افتاد اه بلوچستان اه یه جایی از ایران جنوب شرقی ایران یه جایی که توی تمام این سالهای جمهوری که جمهوری اسلامی اونجا حکومت میکرده مورد بخاطر مردمش به خاطر اینکه زبانشون، فرهنگشون، مذهبشون متفاوت بود همیشه مورد رنج و ظلم مضاعفی قرار گرفتن. مردمی که بعد از این همه سال توی قرن بیست کم هنوز اکثر بچه هاشون بیشناس نامه هستن مردمی که هنوز آب آشامیدنی واسه خوردن ندارند مردمی که هنوز اکثریت مرگ و میر مادران و نوزادان رو ما توی اون استان داریم مردمی که هنوز به خاطر نداشتن امکانات آموزشی به خاطر فقر بچه هاشون ترک تحصیل میکنن یا نمیتونن درس بخونن مردمی که اونجا خیلی میشنویم که آمار کودک همسری خیلی زیاده اما هیچکس فکر نکرده که چرا توی بلوچستان آمار کودک همسری زیاده که یکی از مهمترین چیزایی که اونجا هستش فقر هستش خیلی چیزایی دیگه هستش که من میتونم در مورد بلوچستان بگم و دو سه دقیقه حرف زدن در مورد بلوچستان واسه من واقعا زمان کمیه ولی من قدردان این فرصت هستم از, موق... از وقتی که این اتفاق توی ایران افتاد بعد از این انقلاب ژینا مردم بلوچستان هم من فکر کنم این انقلاب به نظر خود من بیشتر از همه نیاز مردم بلوچستان بود چون که اون دردهایی که مردم بلوچستان از جمهوری اسلامی کشیده بودن همیشه همیشه مزاحفتر از هم بقیه هم بوده و, و درد مزاحفتر مردم بلوچستان همیشه این بوده که هیچ وقت هیچ کس هم حتی هم خود ما توی ایران از حال ما با خبر نبودن چون جمهوری اسلامی هیچ وقت نذاش کسی بدونه که چه بلایی داره به سر ما میاره وقتی که در جمعه سی سپتامبر در حکومتی که به نام اسلام داره اونجا حکم فرمایی میکنه روز جمعه به نماز گذاران در حالی که دارن نماز میخونن هیچ هیچ ببینید وقتی که یک جنگی توی دو تا کشور اتفاق میفته در عرض یک ساعت کمتر دیدین که بیش از صد نفر کشته بشن صد نفری که بیش از 20 نفرشون فقط بچه بودن صد نفری که فقط ما کسایی هستند که احراز هویت شدن چرا چون شناسنامه نداشتن کمترین حق یک انسان رو برای زندگی مردم من توی بلوچستان ندارن 300 تا زخمی اونم فقط کسایی که احراز هویت شدن توی این چند ماه از قیامی که توی ایران هستش مردم من هر جمعه کف خیابون بودند و چیزی که شما پرسیدین که چی باعث این قدرت میشه و مردم رو اونجا نگه میداره من فکر میکنم درد هستش دردی که من وقتی که صحبت میکنم از بلوچستان نمیذاره در مورد حرف بزنم بغض میاد قبل از حرفام دردی که الان تبدیل به خشم شده خشمی که دیگه فکر نکنم خاموش بشه وقتی که درد داشته باشی وقتی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشی دیگه نمیتونی برگردی توی خونه ها من با مردم بلوچستان که صحبت میکنم یه چیز خیلی جالبی میگن میگن ما تازه خیابون رو پیدا کردیم ما دیگه بر نمیگردیم اما چیزی که هست اینجا هر هفته میرن توی خیابون و هر هفته همه ای ما رو صدا میزنن هر هفته همه ای ما رو صدا میزنن همه ای هموطنانشون صدا میزنن اگر تا دیروز نمیدونستید چه بلایی سر ما داره میاد اما حالا میدونید توی همین دوران ما فقط تو خیابونا توی تظاهرات کشته نمیشیم ما بیشترین آمار ادامی ها رو داریم که به نام مواد مخدر وقتی که خود جمهوری اسلامی مافیای مواد مخدره به نام سوخت بری به خاطر مبلغ اندک جوونای ما هر روز کشته میشن وقتی که مافیای سوخت جمهوری اسلامیه بیشترین بازداشتی ها رو داشتیم در هفته های گذشته خواهش میکنم فقط روزای جمعه حداقل چون رسانه ها روزای دیگه ما رو پوشش نمیدن هیچ وقت ما رو پوشش ندادن روزای جمعه اگه مردم زاهدان تو خیابون نباشن بازم ما پوشش داده نمیشیم در صورتی که ما هر روز داریم کشته میشیم هر روز داریم کشته میشیم و این گلایه بزرگ من از همه رسانه ها هست بوده ولی ما دیگه از رسانه ها هیچ انتظاری نداریم اما از شما چرا از شما انتظار داریم که صدای ما باشید صدای مردمی که شیش ماه کف خیابونن و این جنبش رو نذاشتن خاموش بشه مردم به مردم ما خیلی انگ زدن حتی خود جمهوری اسلامی درسته مردم منطقه من مذهبی هستن اما یه چیزی رو فراموش نکنیم ما برای چی داریم می جنگیم برای اینکه آزادی انتخاب داشته باشیم ما نیومدیم به زور روسری از سر کسی در کنیم همونطور که به زور هجاب روسری کسی گذاشتیم مردم من رفتن کف خیابون زنای ما همونایی که هجاب داشتن رفتن کف خیابون و فریاد زدن و گفتن چه با هجاب چه بی هجاب پیش به سوی انقلاب یعنی یاد گرفتن و به این آگاهی رسیدن که آزادی و برابری باشه که دارن یاد میگیرن و یاد گرفتن که به عقاید همدیگه به انتخاب های همدیگه احترام بذارن و این انقلاب قدرت بسیار زیادی داشت در نزدیک کردن مردم به همدیگه مردم رو خیلی خیلی آگاه کرده ولی نیاز دارن که صداشون باشید ممنون عزیزم ممنون مرسی ممنون I just I just, uh, I'll just uh, translate I can't see my, I can't see because I'm like 57. So the people of Baluchistan. Just as a summary, uh, they've got different religion, culture. Um, many of their children don't have any identification. No clean water. Highest levels of poverty. Lowest literacy. Highest child marriages. All because of poverty. And on 30th September, 100 people were killed whilst they were praying. 300 were wounded, and that's only those that have IDs. Um, and they've been on the streets every Friday protesting. They've kept the fight going. And they say that they found the streets now. They're never going to go back home. And uh, she says what's important is that we support them, we publicize and Echo the work that they're doing uh, and their protests, because it's not getting media coverage. She has no expectations from the media, but she does expect all of us to be there publicizing the protests in Baluchistan and supporting um, those wonderful people who have continued to fight for an end to this regime. Thank you, Faiba Baluch. Thank you.) Um, از از مرسده قایدی اگر بتونم چند سوال از شما بکنم و اینکه خب اولا به عنوان کسی که خودتون زندانی سیاسی بودین برای هست سال توی دهه هشتاد که واقعا دهه خونینی بود و سه تن از خانوادهتونم از دست دادین این فریاد و شعار برای آزادی زندانی سیاسی چقدر مهمه در این انقلاب و انقلاب زن زندگی آزادی و در ضمن نقش دادخواهی چه جایگاهی داره در این انقلاب و چرا زنان انقدر نقش مهمی در این جنبش دارن منم تبریک میگم فرسی روز هشت مارش به تمام زنان و مردان آزادی خواه در ادامه مقاومتی که فریبای عزیزم گفت از یک نقطه مقاومت گفت من در ادامه همون مقاومت شما رو میبرم به جلوی زندان ها و در زندان ها سراسر زندان های ایران مقاومتی که رژیم رو در واقع خم کرد ما بیش از صد هزار نفر الان زندانی داریم زندانی که تسلیم نشد زندان دو تا بهت میآموزه یا مقاوم میشی یا میشکنی ولی الان در ایران زندانیای ما نشکستن دارن مقاومت میکنن و برای رسیدن به آزادی مسیر رسیدن به آزادی مسئله آزادی زندانیان سیاسی بسیار مهمه نقش تعیین کنندی در انقلاب زن زندگی آزادی داره به همین دلیل یکی از عرصه های مبارزاتی همه ما چه در داخل ایران چه خارج از کشور باید با شعار زندانی سیاسی آزاد باید کرد اینا همه کسانی بودند که در کف خیابون رهبرای این جنبش بودن و رژیم وحشت داره از اینکه این, بچه ها رو آزاد کنه چون اونها برمیگردن دوباره وصل میشن به همین انقلاب برای سرنگونی این رژیم اما سوالی که مریم کرد در تمام برای رسیدن به عدالت مسیر عدالت دو تا مسیر هستش یکی مسئله آزادی زندانیان سیاسی یکی مسئله دادخواهیه دادخواهی که ما از ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی از 58 ما اعدام داشتیم تا به امروز ما چرا میخوایم از عدالت صحبت بکنیم برای آینده که دیگه چوبه های دار نباشه زندانی نداشته باشیم به همین دلیل این نقش خیلی بزرگ و یک عرصی از جنبش زنان به عهده گرفته و مادران به عهده گرفتن از با سرکوبی که از دهه شست شروع شد ولی مادران ما این جنبش زنانی که در مجموع صحبتش شد جنبشی که از دهه ش... از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی شکل گرفت جنبش دادخواهی بود و مادران ما بودن. مادر من و مادران هزاران زندانی سیاسی. اینها اومدن تو خیابون و در مقابل این رژیم استادن. و مکانهای بینام و نشان رو اکثر ما از مکان عزیزانمون خبر نداریم. که در کجا هستند این مسئله من نیست مسئله هزاران هزار نفر از مردم ایرانه و همین اتفاق در همین انقلاب زن زندگی آزادی افتاده میبینیم قبرها رو میشکنن بچه های ما بینام و نشانن و این نقش برجسته رو مادران به عهده گرفتن زنان به عهده گرفتن زنانی که با جسارت در مقابل رژیم ایستادن شما همین الان نگاه کنید عکس از سنندج سرخ گرفته تا تبریز تا مهاباد تا تهران در تمام شهرها مزار عزیزانشون رو مکانی کردن بر علیه رژیم اونجا جمع میشن و شعار سرنگونی میدن و این قدرت دادخواهیه من یک نکته دیگه بگم دادخواهی ما ادالت خواهه دادخواهی ما اهل انتقام نیست چون برای بعد از صد سال که داریم برای آزادی مبارزه میکنیم برای آزادی و برابری برای همیشه خواه میخوایم عدالت اجتماعی رو در اون جامعه برقرار کنیم و یکی از محورهای رسیدن به عدالت اجتماعی علیه اعدام بودن علیه زندان و علیه انتقام این یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که زن زندگی آزادی تو خیابون نشون داد مادرای دادخواه امروز میان با گلای سرخ با پرچم سرخ یاد عزیزاشون گرامی میدارن و کبوتر رو هوا میدن پرنده رو آزاد میکنن آزادی پرنده یعنی آزادی این نشان دادخواهی ماست این نشان مقاومت این زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی که عدالت میخواد و من ایمان دارم به اون عدالت خواهند مرسی Merci, uh, Mercedes the Aziz. Merci, uh, Mercedes. Talking about how in prisons you can either be broken or you resist, and we're seeing now the political prisoners are resisting. There are 100,000 political prisoners in prison, and the freedom of political prisoners is significant. They are the leaders of this revolution, and one of the important ways in which we can defend women's life freedom is to demand the freedom. Of political prisoners. That is one route to justice, as is the route to accountability. Justice for the future means there should be no more executions, no more torture, no more uh, political prisoners. And mothers have taken a, a key role in holding up this mantle um, for justice and accountability. Many of the mothers and family members don't even know where their family members have been killed. We know the regime. Constantly breaks gravestones of political prisoners, but the mothers and women have stood up courageously from Sanandaj, Mahabad, Tehran. They have turned grave sites into places of protest and resistance against the regime. On the issue of accountability, Mercedes says, we want justice, not revenge. After 100 years, we want social justice, not revenge, not execution, no more political prisoners. And in the same way that mothers uh, release birds to symbolize freedom at the gravesite of those who have been killed, uh, we want woman life freedom. Thank you, Mercedes Raidi. <laughs> Thank you, you Fariba Baluch.